سوره ملک بسم الله الرحمن الرحیم پر برکت و بزرگوار است کسی که فرمان روایی جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست همان کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکار در است و او پیروزمند بخشنده است آنکه هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید در آفرینش الله الرحمن هیچ بی نظمی و خللی نمی بینی بار دیگر نگاه کن آیا نقصی می بینی بار دیگر به عالم هستی نگاه کن نقصی نخواهی دید و چشم تو در حالی که خسته و ناتوان است سوی تو باز می گردد به راستی ما آسمان دنیا را با چراغ ها آراستیم و آنها را برای راندن شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش سوزان آماده ساختیم و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و چه بد جایگاهی است هنگامی که در آن انداخته شوند از آن نعرهای وحشتناک می شنوند در حالی که آن می جوشد از شدت خشم، نزدیک است جهنم پاره پاره شود. هرگاه که گروهی در آن انداخته می شوند نگهبانانش از آنان میپرسند. آیا بیم دهنده ای به سراغتان نیامد؟ میگویند: بله. بیمدهنده به سوی ما آمد؟ آنگاه ما او را تکذیب کردیم و گفتیم هرگز الله چیزی نازل نکرده است شما جز در گمراهی بزرگ نیستید و باز میگویند اگر ما میشنیدیم یا تعقل می کردیم در زمره دوزخیان نبودیم پس آنها به گناه خود اعتراف کنند پس دوری از رحمت خدا بهره دوزخیان باد بیگمان کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسند آنان آمرزش و پاداش بزرگی دارند گفتار خود را پنهان دارید یا آن را آشکار سازید به هر حال او به آنچه در دلهاست آگاه است آیا کسی که همه موجودات را آفریده است از حال آنها نمیداند در حالی که او باریک بین و آگاه است او کسی است که زمین را برای شما رام گردانید پس در گوشه و نواحی آن راه بروید و از روزی او بخورید و بازگشت همه به سوی اوست آیا خود را از کسی که در آسمان است در امان می دانید که فرمان دهد زمین شما را فرو برد پس آن ناگهان به لرزش درآید یا خود را از کسی که در آسمان است در امان می دانید که تند بادی همراه با سنگ ریزه بر شما فرستد پس به زودی خواهید دانست که هشدار من چگونه است و به راستی کسانی که پیش از آنان بودند نیز دعوت پیام بر آن را تکذیب کردند پس عقوبت من چگونه بود آیا به پرندگانی که بر فراز سرشان است که گاهی بالهای خود را می گشایند و گاهی فرومی بندند نگاه نکردند جز خدای رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگاه نمی دارد بیگمان او به هر چیز بیناست آیا این چه کسی آن که لشکر شماست که به جای خدای رحمان شما را یاری می کند کافران جز در فریب و غرورشان نیستند آیا آن کیست که به شما روزی دهد اگر او روزیش را باز دارد بلکه آنها در سرکشی و دوری از حق لجاجت می کنند آیا کسی که به رو افتاد حرکت می کند به هدایت نزدیک تر است یا آن کسی که راست و استوار بر راه راست گام بر می دارد بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشمان و دل قرار داد اما شما اندکی سپاس گذاری می کنید بگو او کسی است که شما را در زمین پراکند و به سوی او گرد آورده می شوید و می گویند اگر راست می گویید این وعده قیامت چه زمانی است ای پیام بر بگو علم قیامت تنها نزد خداست و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم پس چون آن وعده و عذاب الهی را از نزدیک ببینند چهره کسانی که کافر شدند سیاه و اندوهگین می گردد و به آنها گفته می شود این همان چیزی است که شما آن را می دید. ای پیام بر بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و کسانی که با من هستند هلاک کند یا بر ما رحمت آورد پس چه کسی کافران را از عذاب درناک پناه می دهد؟ بگو او خدای رحمان است به او ایمان آورده ایم و بر او توکل کرده ایم. پس ای کافران به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است؟ ای پیام بر بگو به من خبر دهید اگر آب شرب شما در زمین فرو رود پس چه کسی می تواند برای شما آب روان بیاورد؟ سوره قلم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند که تو ای پیامبر به نعمت و فضل پروردگارت دیوانه نیستی و بیگمان برای تو ای پیامبر پاداشی بی پایان و عظیم است و یقینا تو ای محمد بر اخلاق و خوی بسیار عظیم و والایی هستی پس تو به زودی خواهی دید و آنها نیز خواهند دید که کدام یک از شما دیوانه است همانا پروردگارت بهتر میداند چه کسی از راه او گمراه گشته است و نیز او به هدایت یافتگان داناتر است پس از تکذیب کنندگان اطاعت مکن آنها دوست دارند و میخواهند که نرمی و مدارا کنی پس آنها نیز نرمی و مدارا کنند و از هر فرو مایه ای که بسیار سوگند دروغ یاد می کند اطاعت مکن آن بسیار عیبجویی که به سخن چینی آمد و رفت می کند. و بسیار بازدارنده ی کار خیر و متجاوز و گناهکار است خشن و کین توز و بدتر از آن بینسب و حرام زاده است بدان خاطر که صاحب مال و فرزندان بسیار است مبادا از او اطاعت کنی هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود گوید اینها افسانههای های گذشتگان است به زودی بر بینی او داغ گذاریم ما آنها را آزمایش کردیم همانگونه که صاحبان باغ را آزمودیم هنگامی که سوگند یاد کردند که صبحگاهان میبه های باغ را بچینند و انشا الله نگفتند پس عذابی فراگیر از سوی پروردگارت بر باغ آنها فرو آمد در حالی که همه در خواب بودند پس آن باغ سبز و خرم همچون شب سیاه شد آنگاه صبحگاهان یکدیگر را ندا دادند که اگر میخواهید درو کنید به سوی زار و باغ خیش بروید پس آنها به سوی زار حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند مراقب باشید که امروز هیچ بینوا و مسکینی در آن باغ وارد نشود و صبحگاهان با تصمیم جدی بر من و جلوگیری از مستمندان بیرون شدند پس هنگامی که آن باغ را دیدند گفتند یقینا ما راه گم کرده ایم نه بلکه ما بی بهره و محروم هستیم یکی از بهترین آنها گفت آیا به شما نگفتم چرا شکر و تسبیح خدا را نمیگویید؟ گفتند پروردگار ما پاک و منزه است مسلما ما ستمکار بودیم آنگاه ملامت کنان به یکدیگر رو آوردند گفتند وای بر ما که تقیانگر و سرکش بودیم امیدواریم که پروردگار ما را ببخشد و در عوض چیزی بهتر از آن باغ به ما بدهد بیگمان ما به سوی پروردگار خود روی آورده ایم عذاب خدا در دنیا این چنین است و عذاب آخرت مسلما بزرگتر و بیشتر است اگر آنها میدانستند. به راستی برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باقهای پر است آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان و گناهکاران قرار می دهیم؟ شما را چه شده است؟ چگونه داوری می کنید؟ آیا شما کتابی آسمانی دارید که در آن می خانید؟ و در آن کتاب آنچه را انتخاب کنید برای شما نوشته شده است؟ یا اینکه شما بر عهده ما عهد به پیمان استواری تا روز قیامت دارید که چرا حکم کنید حق برای شما باشد ای پیامبر از آنها بپرس کدام یک از آنان در برابر این ادعاها متعهد است و یا اینکه آنها معبودان و شریکانی دارند پس اگر راست میگویند باید شریکان و معبودان خیش را بیاورند روزی که کار بالا گیرد و خداوند متعال برای داوری میان خلائق بیاید ساق برهنه و مکشوف گردد و دعوت به سجود می شوند ولی نمی توانند سجده کنند در حالی که دیدگانشان از ندامت و خجالت فرو افتاده و ذلت و خاری وجودشان را در بر گرفته است و یقینا که پیش از آن در دنیا در حالی که سالم بودند به سجود فرا خوانده میشدند پس ای پیامبر مرا با آن کسی که این سخن را تکذیب میکند واگذار ما آنان را از آن جایی که نمیدانند به تدریج خواهیم گرفت و به آنها مهلت میدهم دهم بیگمان مکر و تدبیر من استوار و محکم است ای پیامبر آیا تو از آنها مزدی درخواست میکنی که آنها از ادای آن در رنجند و برایشان سنگین است یا اسرار غیب نزد آنهاست پس آنان از آن می نویسند پس ای پیامبر برای فرمان به حکم پروردگارت صبر کن و مانند صاحب ماهی مباش هنگامی که سرشار از غم و اندوه بود خدا را ندا کرد اگر نعمت و رحمتی از سوی پروردگارش او را در نمی یافت یقینا از شکم ماهی به صحرای بی آب و علف بیرون افکنده میشد در حالی که او بدحال و نکوهیده بود پس پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان قرار داد به ای پیامبر نزدیک است کسانی که کافر شدند هنگامی که آیات قرآن را میشنوند با چشمهای خود تو را چشم زخم بزنند و بلغزانند و میگویند قطعا او دیوانه است در حالی که این قرآن جز پندی برای جهانیان نیست سوره حق جزء 29 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان روز واقع شدنی رستاخیز آن واقع شدنی چیست؟ و تو چدانی آن واقع شدنی چیست و چگونه است قوم سمود و قوم عاد قیامت در هم را تکذیب کردند پس اما قوم سمود به بانگ سهمگین هلاک شدند و اما قوم عاد با تند بادی سرکش و سرد به هلاکت رسیدند خداوند هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها مسلط نمود آنگاه آن قوم را آن تند باد مانند تنهای پوسیده تو خالی درختان خرما بر زمین افتاده و هلاک شده می دیدی. پس آیا از آنها کسی را می بینی که باقی مانده باشد؟ و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شهرهای ویران شده قوم مرتکب گناهان بزرگ شدند. پس آنها از فرمان فرستادی پروردگارشان سرپیچی کردند آنگاه خداوند آنها را به عذاب سختی گرفتارشان کرد همانا هنگامی که آب تغیان کرد شما را در کشتی سوار کردیم تا که پندی برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را بشنوند و به یاد بسپارند پس هنگامی که یک بار در سور دمیده شود و زمین و کوه ها از جا کنده شوند پس یک بار در هم کوبیده و متلاشی شوند پس در آن روز واقعی عظیم قیامت به وقوع می پیوندد و آسمان شکافته می شود پس در آن روز سست می گردد و فرو می ریزد و فرشتگان بر کنارهای آن قرار می گیرند و آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت را بر فرازشان حمل می کنند. در آن روز شما همگی برای حساب رسی به پیشگاه خداوند عرضه می شوید و هیچ چیز از کارهای شما پنهان نخواهد ماند. پس اما کسی که نام اعمالش را به دست راستش دهند گوید بیایید نامه اعمال مرا بخوانید. من یقین داشتم که به حساب اعمال خودم خواهم رسید. پس او در یک زندگی پسندیده و رضایت بخشی خواهد بود در بهشتی برین که میوههایش برای چید شدن در دسترس است و به آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید یایتان باد به خاطر آنچه در ایام گذشته پیش فرستادید. اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش دهند گوید ای کاش هرگز نامه اعمال من به من داده نمیشد و نمیدانستم حسابم چیست ای کاش با مرگ همه چیز تمام میشد و پایان کار بود مال و دارائیم مرا بی نیاز نکرد و سودی نبخشید قدرت و فرمان نیز از دست من رفت و به کلی نابود شد به فرشتگان گفته می شود او را بگیرید پس توق به گردن او اندازید سپس او را به آتش دوزخ بیفکنید آنگاه او را در زنجیری که طول آن هفتاد زرا است ببندید بیگمان او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و هرگز مردم را بر اطعام بینوایان تشویق نمی کرد پس امروز در اینجا دوست صمیمی و مهربانی ندارد که کمکش کند و غذایی جز از چرک و خون ندارد غذایی که گناهکاران آن را نخورند پس سوگند به آنچه بینید و به آنچه نمیبینید بی تردید این قرآن گفتار رسول بزرگوار است و اینها گفتار یک شاعر نیست اما شما اندکی ایمان میآورید. و نیز گفتار یک کاهن نیست دیکن شما کمتر پند میگیرید این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است و اگر پیام بر سخنانی به دروغ بر ما میبست مسلما ما دست راست او را میگرفتیم سپس شاه رگ قلبش را قطع می کردیم پس هیچ کس از شما نمی توانست از عذاب او مانع شود و یقینا این قرآن پند و تذکری برای پرهیزگاران است و ما محققا میدانیم که برخی از شما تکذیب کنندگان این کلام الهی هستید و همانا این قرآن بر کافران مایه حسرت و ندامت است و بیگمان این قرآن حق و یقین است پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی سوره معارج جزء 29 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان تقاضا کننده ای تقاضای عذابی وقوع یافتنی کرد این عذاب برای کافران است هیچ دف کننده ای ندارد از سوی الله صاحب مراتب و درجات است فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است پس تو ای پیامبر صبر جمیل پیش کن بیگمان آنها آن روز را دور می بینند و ما آن را نزدیک می بینیم همان روزی که آسمان چون مثل گداخته شود و کوهها مانند پشم رنگین متلاشی و پراکنده شود و هیچ دوست صمیمی و خیشاوندی از حال دوست سمیمی و خیشاوند خود نپرسد در حالی که آنان به یکدیگر نشان داده میشوند گناهکار دوست دارد و آرزو کند خیشتن را از عذاب آن روز باز خرد به فرزندانش و زنش و برادرش و قبیل اش که همیشه او را جای و پناه میداد و همه آنهایی که روی زمینند همگی فدا کند سپس او نجات یابد اما هرگز چنین نیست بیگمان آن شعله های آتش سوزان است پوست از سر و صورت برمی کند. کسانی را که به فرمان الله پشت کردند و از حق روی گرداندند فرا می خاند. و نیز کسانی را که اموال را جمع آوری و ذخیره کردند و حق آن را نپرداختند یقینا انسان کم و حریص آفریده شده است هنگامی که بدی و مصیبتی به او رسد بیتابی می کند و هنگامی که خوبی به او رسد بازدارنده و بخیل می شود مگر نماز گذاران همان کسانی که بر نمازهایشان همیشه مداومت می کنند و کسانی که در اموالشان حق معین و معلومی است برای گدا و محروم و کسانی که روز جزا را تصدیق می کنند و کسانی که از عذاب پروردگارشان می ترسند بیگمان از عذاب پروردگارشان در امان نتواند بود و کسانی که شرمگاه هایشان را نگه می دارند مگر با همسران و کنیزانی که مالک آنها هستند که در این صورت ملامت و سرزنشی بر آنها نیست پس هر کس غیر از اینها را بخواهد آنان متجاوزان هستند و کسانی که امانتها و عهدشان را رعایت می کنند و کسانی که به شهادت های خود متعهد هستند و کسانی که بر نمازشان محافظت می کنند اینان در باغ های بهشت گرامی داشته می شوند پس ای پیامبر کافران را چه شده که به سوی تو می شتابند از راست و چپ گروه گروه و پراکنده می شوند آیا هر کدام از آنها با آن اعمال ناپسندش تمع دارد که او در بهشت پر نعمت الهی در آورده شود هرگز چنین نیست بیگمان ما آنها را از آنچه خودشان میدانند آفریده ایم پس به پروردگار مشرقها و مغربها سوگند میخورم که ما یقینا قادریم بر آنکه کسانی دیگر بهتر از آنها را جایگزین کنیم و ما برای این کار عاجز و ناتوان نیستیم پس ای پیامبر آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا به روزی که به آنها وعده داده شده است برسند همان روزی که شتابان از قبرها خارج می شوند گویی به سوی نشانه و بطها می دوند در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و ذلت و خاری آنها را پوشانده است این همان روزی است که به آنها وعده داده میشد. شد سوره نو جزء 29 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان بیگمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را پیش از آنکه عذاب دردناک به سراغشان آید هشدار ده نوح گفت ای قوم همانا من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم که الله را پرستش کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید پس اگر چنین کردید الله گناهان شما را می و شما را تا زمان معینی مهلت می دهد زیرا هنگامی که عجل الهی فرا رسد تأخیر نخواهد داشت اگر میدانید و نوح گفت پروردگارا به راستی که من قام خود را شب و روز به ایمان دعوت کردم اما دعوت من در حق آنان چیزی جز گریز نیفزود و من هرگاه آنها را دعوت کردم تا تو آنان را بیامرزی انگشتانشان را در گوشهایشان فرو کردند و لباسهایشان را به خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و پافشاری کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند سپس من آنها را با صدای بلند و آشکار دعوت کردم آنگاه به آشکار برایشان گفتم و در نهان برای هر کدام از آنان بیان کردم پس به آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بخواهید بیگمان او بسیار آمرزنده است تا از آسمان باران پی در پی بر شما بفرستد و شما را با اموال و فرزندان بسیار مدد کند به شما باق های سرسبز بدهد و برای شما نهرهای جاری قرار دهد شما را چه شده است که برای الله عظمت و شکوه قائل نیستید در حالی که شما را در مراحل گوناگون آفرید آیا نمی بینید چگونه الله هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید و ماه را در میان آسمان ها مایه روشنایی قرار داد و خورشید را چراغ فروزانی گردانید و الله شما را همچون گیاه و نباتی از زمین رویانید سپس شما را به آن زمین باز می گرداند و بار دیگر شما را بیرون می آورد. و الله زمین را برای شما گسترده ساخت تا از راه های پهناور آن به سوی مقصد خود رفت و آمد کنید نوح گفت پروردگارا بیگمان آنها مرا نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش چیزی جز کاری بر اون او نفزوده است و آن پیشوایان گمراه نیرنگ و مکر بزرگی به کار بردند و گفتند معبودان خود را رها نکنید و به خصوص ود و سواع و یغوس و یعوق و نصر را رها نکنید و به راستی آنها بسیاری را گمراه کردند و تو ای پروردگار ستمکاران را جز گمراهی میفزا سرانجام به کیفر گناهانشان همگی غرق شدند پس در آتش دوزخ در آورده شدند و در برابر عذاب الهی یاور و مددکاری برای خود نیافتند و نوح گفت پروردگارا هیچ یک از کافران و دیارشان را بر روی زمین باقی نگذار چرا که اگر آنها را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و کافر به وجود نمی آورند پروردگارا مرا و پدر و مادرم را و هر آنکس که با ایمان وارد خانه من شود و تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز و ستمکاران را جز هلاکت و نابودی میفزا سوره جن جزء 29 بسم الله الرحمن الرحیم ای پیامبر بگو به من وحی شده است که همانا گروهی از جنیان به این قرآن گوش فرا دادهاند. پس گفتند بیگمان ما قرآن عجیبی شنیدیم که به راه راست هدایت می کند پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگارمان شریک قرار نمی دهیم و این که شعن و عظمت پروردگارمان بس عظیم و بلند است او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است و اینکه صفیح و نادان ما شیطان درباره الله سخنان ناروایی می گفت و ما چنین گمان می کردیم که هرگز انس جن بر الله دروغ نمی بندند و اینکه مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند پس آنها به گمراهی و سرکشیشان افزودند و اینکه آنها گمان کردند همان گونه که شما جنیان گمان می کردید که الله هیچ کس را دوباره زنده نمی گرداند و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم پس آن را پر از محافظان نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم و اینکه ما پیش از این در از آسمان به استراق سم می پس اکنون هر کس بخواهد استراق سم کند شهابی را در کمین خود خواهد یافت و اینکه ما نمیدانیم آیا برای اهل زمین شر اراده شده یا پروردگارشان خیر و هدایت آنها را خواسته است و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی نادرستند ما گروه های متفاوت و گوناگون هستیم به اینکه ما یقین داریم که هرگز نمیتوانیم در روی زمین الله را عاجز و ناتوان کنیم و هرگز با گریز نمیتوانیم او را ناتوان سازیم و راه فراری نداریم و اینکه ما هنگامی که سخن هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم پس هر کس که به پروردگارش ایمان آورد نه از نقصان میترسد و نه از ستم بیم دارد و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی کافر و ظالم هستند پس هر کس که اسلام آورده آنانند که راه رستگاری را جستجو کرده و برگزیده اند و اما کافران و ستمکاران هیزم آتش جهنم خواهند بود و اینکه اگر آنها بر راه راست استقامت و پایداری کنند البته با آب فراوان سیرابشان می کنین. تا آنها را با آن نعمتها بیازماییم و هر کس از یاد و ذکر پروردگارش روی برتابد الله او را به عذابی سخت گرفتار می سازد به این که مساجد از آن الله است پس کسی را با الله نخانید و این که هنگامی که بندی الله قیام کرد تا او را بخواند و عبادت کند نزدیک بود که از ازدهام بر گرد او بر سر هم فرو ریزند ای پیامبر به آنها بگو من تنها پروردگارم را میخوانم و کسی را شریک او نمی سازم بیگمان من نمی توانم به شما زیانی برسانم و نه خیر و سودی برسانم ای پیامبر بگو هیچ کس مرا از کیفر الله پناه نخواهد داد و غیر از او هرگز پشت و پناهی نخواهم یافت مگر تنها وظیفه من رساندن پیامی از جانب الله و انجام رسالتهایش است و هر کس نافرمانی الله و پیامبرش کند پس بیگمان آتش جهنم از آن اوست جاودانه در آن خواهد ماند کار کفار همچنین ادامه دارد تا زمانی که آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند آنگاه خواهند دانست چه کسی یاورش ناتوانتر و جمعیتش کمتر است ای پیامبر بگو نمیدانم آیا آنچه که به شما وعده داده شده نزدیک است یا اینکه پروردگارم زمانی دور برای آن قرار می دهد. الله دانای غیب است و هیچ کس را بر اسرار غیب خود آگاه نمی سازد. مگر رسولانی که آنان را پسندیده و برگزیده است، پس بیگمان از پیش روی او و پشت سرش نگهبانی و مراقبی از فرشتگان میگمارد تا بداند که رسالت پروردگارشان را ابلاغ کرده اند، و الله به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و عدد هر چیز را شمارش کرده است سوره مزمل جزء 29 بسم الله الرحمن الرحیم ای جام بر خود پیچیده شب را جز اندکی به خیز و عبادت کن نیمه ای از آن را یا اندکی از آن کم کن یا اندکی بر نصف آن بیفزا و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان یقینا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد بیگمان شب زنده داری بر نفس دشوار است و برای گفتار و نیایش مناسب و استوار تر است یقینا تو در روز مشغله بسیار داری و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند همان پروردگار مشرق و مغرب که معبودی به حق جز او نیست پس او را کار ساز و نگاه بان با خود برگزین و بر آنچه مشرکان میگویند شکیبا باش و به شیوه اینیکو و شایسته از آنها دوری کن و مرا با این تکذیب کنندگان مرفه و منعم واگذار و آنها را کمی مهلت ده بیگمان نزد ما قید و بند های گران و آتش دوزخ و غذایی گلوگیر و عذابی درناک است روزی که زمین و کوه ها بلرز در و کوه ها متلاشی می شود و همچون تودی شن نر می گردد یقینا ما پیام بری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد و گواه است همانگونه که به سوی فرعون پیام بری فرستادیم آنگاه فرعون آن پیام بر را نافرمانی و مخالفت کرد پس ما او را به سختی مجازات کردیم پس اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب در امان می دارید؟ روزی که کودکان را پیر می کند در آن روز آسمان شکافته می شود وعده او شدنی است بیگمان این آیات پند و هشداری است پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند ای پیامبر یقینا پروردگارت میداند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم شب و یا نصف یا سلس آن را به پا می خیزید و الله شب و روز را اندازه گیری می کند می داند که شما نمی توانید حساب آن را دقیق محاسبه کنید لذا شما را بخشید پس اکنون آنچه برای شما میسر باشد از قرآن بخوانید. الله میداند که برخی از شما بیمار خواهند شد و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل و نعمت الله در زمین سفر می کنند و گروهی نیز در راه الله جهاد می کنند پس آنچه میسر باشد از آن بخوانید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به الله قرض الحسن دهید و بدانید که آنچه از کارهای خیر پیشا پیش برای خودتان میفرستید نزد الله به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از الله آمرزش بخواهید که همانا الله آمرزنده مهربان است سوره مدثر جزء 29 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای جام بر سر کشیده برخیز و بینده و پروردگارت را بزرگ شمار و لباس هایت را پاکیزه دار و از پلیدی دور کن و نباید برای افزون خواهی چیزی را بدهی و برای خوشنودی پروردگارت شکیبا باش پس هنگامی که در سور دمیده شود آن روز روز سخت و دشواری است بر کافران آسان نیست ای پیامبر مرا با کسی که او را تنها آفریده ام گذار و همان که مال فراوانی برایش قرار دادم و فرزندانی که همیشه در خدمت او و با او هستند و همه وسایل و امکانات زندگی را در اختیارش قرار دادم باز هم تمع دارد که بر آن بیفزایم هرگز چونی نخواهد شد بیگمان او نسبت به آیات ما دشمنی و اناد دارد و به زودی او را به مشقت و سختی میاندازم زیرا که او برای مبارزه با قرآن اندیشید و اندازه و محاسبه کرد پس مرگ بر او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد باز هم مرگ بر او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد سپس نگاهی افکند آنگاه چهره در هم کشید و روی ترش کرد سپس به حق پشت نمود و تکبر ورزید آنگاه گفت این قرآن چیزی جز جادویی که از دیگران آموخته شده نیست و این چیزی جز گفتار بشر نیست به زودی او را به سقر در خواهم آورد و تو چدانی سقر چیست آتش سوزانی که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه چیزی را رها می‌کند پوست را دگرگون کرده و میسوزاند بر آن آتش نوزده فرشته گمارده شده است و ما مأموران دوزخ را جز فرشتگان قرار ندادیم و شمار آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یقین کنند و کسانی که ایمان آورده اند بر ایمان خود بیفزایند و اهل کتاب و مؤمنان گرفتار شک و تردید نشوند و تا کسانی که در دلهایشان مرض است و نیز کافران بگویند الله از این مسل و توصیف چه خواسته است به الله هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت میکند و شمار لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمی داند. و این جز پند و اندرزی برای انسان ها نیست آری هرگز این چنین نیست که آنها تصور می کنند سوگند به ماه و به شب هنگامی که پشت کند و به صبح هنگامی که روشن شود که آن آتش دوزخ یکی از چیزهای بزرگ و حولناک است ترساننده و هشدار دهنده برای انسان هاست برای کسی از شما که بخواهد در راه راست پیش افتد یا از آن عقب بماند هرکس در گروه اعمال خیش است مگر اصحاب یمین که در های بهشت هستند و میپرسند از گناه کاران چه چیز شما را به سقر درآورد؟ گویند ما از نماز گذاران نبودیم و بینوایان را تعام نمیدادیم و پیوسته همراه یاوهگویان و اهل باطل هم صدا میشدیم و هموار روز جزا را تکذیب می کردیم تا زمانی که مرگ به سراغمان آمد پس شفاعت شفاعت کنندگان به آنها سودی نمیبخشد. پس آنها را چه شده است که از پند و تذکر روی گردانند گویی که آنها گور خران رم کرده اند که از شیر گریخته اند بلکه هر کدام از آنها توقع دارد و می خواهد که به او نامی گشاده و جداگان از سوی الله داده شود هرگز چنین نیست که آنان می پندارند بلکه آنها از عذاب آخرت نمی ترسند نه حقا که این قرآن پند و یادآوری است پس هر کس که بخواهد آن را یاد کند پند گیرد و یاد نمی کنند و پند نمی گیرند مگر اینکه الله بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است سوره قیامه جزء 29 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان به روز قیامت سوگند میخورم و به نفس ملامتگر سوگند میخورم آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد آری ما قادریم که حتی خطوط سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم بلکه انسان می خواهد که آزادانه و بدون ترس از آخرت در گناه و بدکاری مداومت داشته باشد از این رو می پرسد روز قیامت کی خواهد بود پس هنگامی که چشم خیره شود و ماه تیره و بینور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع کرده شود آن روز انسان میگوید. راه گریز کجاست هرگز هیچ گریزگاهی وجود ندارد آن روز قرارگاه نهایی به سوی پروردگار توست در آن روز انسان را از آنچه پیش یا پس فرستاده است خبر داده می شود بلکه انسان به خوبی برخیشتن آگاه است اگرچه در دفاع از خود عذرهایش را در میان آورد ای پیامبر هنگام نزول قرآن زبانت را برای تکرار و خواندن آن شتاب زده حرکت مده مسلما جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست پس هرگاه توسط جبرئیل آن را بر تو خواندیم خواندن او را پیروی کن سپس بیان کردنش بر عهده ماست هرگز چنین نیست که شما مشرکان میپندارید بلکه شما دنیای زودگذار را دوست دارید و آخرت را رها می کنید آن روز چهره های تازه و شاداب است به سوی پروردگارش می نگرد و در آن روز چهره های عبوس و در هم کشیده است یقین دارد که آسیبی کمر شکن به او می رسد آری چون جان به گلوگاهش برسد و گفته شود چه کسی است که افسون بخواند و یقین کند که زمان جدایی از دنیاست. و ساقهای پایش به هم بپیچد در آن روز راندن و مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود پس او نه تصدیق کرده است و نه نماز گذارده است بلکه قرآن را تکذیب کرد و از ایمان روی گرداند سپس خرامان به سوی خانواده اش بازگشت وای بر تو پس وای بر تو باز هم وای بر تو پس وای بر تو آیا انسان گمان می کند که بی هدف و بدون حساب و جزا به خود رها می شود؟ آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ آنگاه به صورت خون بسته در آمد پس الله او را آفرید و درست و استوار ساخت پس از او دو زوج نر و ماده پدید آورد آیا چنین آفریدگاری قادر نیست که مردگان را دوباره زنده کند؟ سوره انسان جزء بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان یقینا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی مهم و قابل ذکر نبود به راستی ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم او را میازماییم پس او را شنوای بینا قرار دادیم همانا ما راه را به او نشان دادیم خواه سپاس گذار باشد یا ناسپاس به راستی ما برای کافران زنجیرها و قلها و آتش سوزان مهیا کردیم بیگمان نیکوکاران در بهشت از جامی می نوشند که آمیزه اش کافور است از چشمی که بندگان خاص الله از آن می نوشند هر وقت و هر جا بخواهند آن را جاری می سازند بندگان نیکوکار به نظر وفا می کنند و از روزی میترسند که عذاب و شر آن فراگیر است و قضا را با اینکه نیاز و دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر میبخشند و میگویند ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهیم نه از شما پاداشی می خواهیم و نه سپاسی همانا ما از پروردگارمان می ترسیم روزی که عبوس و سخت و دشوار است پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگه داشت و آنها را شادمانی و سرور بخشید و به پاداش صبری که کردند بهشت و لباس های حریر بهشتی را به آنان پاداش داد در آنجا بر تخت های زیبا تکی کرده اند نه آفتابی در آنجا میبینند و نه سرمایی و سایه هایش بر آنها فرو افتاده و میوه هایش برای چیدن در دسترس و به فرمان است و در گردا گرد آنها ظرف های سیمین غذاها و کاسه های بلورین نوشیدنی ها گردانده می شود کاسه های بلورین از نقره که آنها را به اندازه مناسب پر و آماده کرده اند و در آنجا از جام سیراب می شوند که آمیزش زنجبیل است از چشمی در آنجا که سلسبیل نامیده می شود و هموار نوجوانانی جاودانه بر گردشان می چرخند که هرگاه آنها را ببینی گمان می کنی که مروارید پراکنده هستند و چون به هر سمتی بنگری آنجا نعمت بسیار و فرمان روایی عظیمی را میبینی. بینی بر آنان لباس های سبز رنگ از دیبای نازک و دیبای زخیم است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شراب پاک به آنها می نوشاند و به آنها گفته می شود این نعمتها پاداش شماست و سعی و کوشش شما قدردانی شده است ای پیامبر یقینا ما قرآن را بر تو تدریجا نازل کردیم پس برای حکم پروردگارت شکیبا باش و از هیچ گناهکار یا ناسپاسی از آنان فرمان نبر و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن و نیز بخشی از شب برایش سجد کن و نماز گذار و بخش درازی از شب او را تسبیح گوی بیگمان اینان دنیای زود گذر را دوست دارند و روز سختی را که در پیش دارند پشت سر خود رها می کنند ما آنها را آفریدیم و پیوند مفاصلشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری مانندشان میدهیم. بیگمان این یادآوری و پند است. پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش بر و شما چیزی را نمی خواهید، مگر اینکه الله بخواهد. بیگمان الله دانای حکیم است. هر کس را که بخواهد در رحمت خود وارد میکند. و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده است. سوره مرسلات جزء 29 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده شدند پس سوگند به فرشتگانی که همچون تند باد می روند. و سوگند به فرشتگانی که ابرها را پراکنده می کنند پس سوگند به فرشتگانی که جدا کننده حق از باطلند و سوگند به فرشتگانی که وحی الهی را به پیام بران القا می کنند برای اتمام حجت یا برای بیم و هشدار بیگمان آنچه به شما وعده داده می شود واقع خواهد شد پس هنگامی که ستارگان تیره و محو شود و هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که کوه ها از جا کنده و پراکنده شود و هنگامی که پیام بران را جهت گواهی بر امت وقت معین شود این امر برای چه روزی به تأخیر افتاده است برای روز جدایی و داوری و تو چه دانی روز جدایی و داوری چیست در آن روز وای بر تکذیب کنندگان آیا ما پیشینیان مجرم را نابود نکردیم؟ سپس دیگران را در پی آنها خواهیم آورد این چونین با گناهکاران رفتار می کنیم. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیافریدیم؟ پس آن را در قرارگاهی محفوظ و استوار قرار دادیم تا زمانی معین؟ پس ما بر این کار توانا بودیم و چه نیک توانا و قدرتمند هستیم در آن روز وای بر تکذیب کنندگان آیا زمین را جایگاه تجمع مردم قرار ندادیم هم در حال حیات و زندگیشان و هم مرگشان و در آن کوه های بسیار بلند و استوار قرار دادیم و آبی شیرین به شما نوشاندیم در آن روز وای بر کنندگان به آنها گفته می شود به سوی همان چیز بروید که پیوسته تکذیبش می کردید بروید به سوی سایه دودهای آتش سشاخه نه سای افکن و خنک است و نه از گرمی شعله های آتش جلوگیری می کند همانا جهنم شرارهایی چون کوشک پرتاب می کند گویی که آن شراره ها شتران زرد رنگ هستند در آن روز وای بر تکذیب کنندگان این همان روزی است که سخن نمیگویند و به آنها اجازه داده نمی شود تا عذر خواهی کنند در آن روز وای بر تکذیب کنندگان این همان روز جدایی و داوری است که شما و گذشتگان را گرد آوردین پس اگر حیله و نیرنگی دارید آن را در حق من به کار گیرید در آن روز وای بر تکذیب کنندگان به راستی که در آن روز پرهیزگاران در سایه ها و کنار چشمه ها قرار دارند و میوه هایی که میل داشته باشند به آنها گفته می شود گوارا بخورید و بنوشید به پاداش آنچه می کردید ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم در آن روز وای بر تکذیب کنندگان ای کافران در این دنیا اندکی بخورید و بهره گیرید زیرا شما گناهکار هستید در آن روز وای بر تکذیب کنندگان و هنگامی که به آنها گفته شود نماز بگذارید و رکوع کنید نماز نمی گزارند و رکوع نمی کنند در آن روز وای بر تکذیب کنندگان ای پیامبر اگر این مردم به این قرآن ایمان نمی آورند پس بعد از آن به کدام سخن ایمان می آورند